مغز، فعالیتی که خیلی از افراد مشتاق به انجام اون هستن. در اینجا سیگنال هایی که از اونجا روی سطح سر فرد هست ضبط شده و ارسال میشه به ما و بیشتر به دنبال اون هستیم که بتونیم این سیگنال ها رو تحلیل کنیم و بفهمیم و چه چیزهایی رو داره انجام میده و اینکه تجسم میکنه. حالا دومین مسابقه ملی واسط مغز و رایانه BCI به میزبانی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار شد. اصفهان، مهندسی پزشکی. شما؟ من دانش مخابرات. دانشگاه شریف هستم. ما در این مسابقه کاری انجام میدیم که کامپیوتر بتونه تشخیص بده که یه الگویی رو تشخیص بده. باید با برنامه‌نویسی و کدنویسی کاری کنیم که کامپیوتر بتونه این تشخیص رو انجام بده و بین چند حالت مختلف تفکیک ایجاد کنه. ما از سابجکتمون می‌خوایم که یه کاری انجام بده، مثلا پاشو تکون بده، دستشو تکون بده، این به این فکر میکنه و این کارو انجام میده و کار ما اینه که بتونیم از اون سیگنال های مغزی که ما بهش میگیم EEG بفهمیم که این چه کاری انجام داده یا چه کاری میخواسته انجام بده. 8 تیم حاضر در این دوره از مسابقات از دانشگاه های مختلف کشور بودند. با هدف توسعه به هر حال علم شناخت مغز و همچنین ارتباطش با دستگاه هایی که معمولا به عنوان کمک توانبخشی یا کمکی برای افراد معلول به کار گرفته میشن طراحی شده. امسال ما علاوه بر این بحث تشخیص انجام حرکت، بحث دیگری رو داریم تحت عنوان زمان، یعنی تخمین زمان اجرای حرکت، که این هم خودش به حال یک کمی چالشی تر کرده مسابقه رو. این دوره از مسابقات با تاکید بر کاربرد امواج ثبت شده از روی مغز در توانبخشی افراد معلول انجام شد. این دوره از مسابقات در یک روز برگزار میشه و پس از بررسی داوران سه تیم برتر از حمایت‌های مادی و معنوی بهره‌مند میشه.